أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا هازم الأحزاب اهزم الصهاينة المجرمين وانقذ المسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم لا ترفع للصهاينة راية. اللهم عليك بهم وبعوانهم وأنصارهم عليك بهم وبعوانهم وانصارهم. شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث، ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. بحمد سپاس و ستایش بی‌حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و السلام و علی آله و صحبه الکرام. با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حق جویان و مرصفان، از خداوند متعال میخوام که خونریزان، ستمگران، ظالمان، طفلکشان فلسطین، خانه خراب کنان را به همین سرنوشتی که مردم فلسطین را باش گرفتار کرده اند خود گرفتار شوند. دولتشان را خداوند انتقام بگیرد. رهبران سیاسیشان را خداوند ازشان انتقام بگیرد. و همچنین منافقانی را که با اونها هم پیمانند. از خداوند متعال تقاضا دارم که کسانی را که امروز فرض عین خود را یعنی نماز جمعه را ادا کرده اند ازشان بپذیرد، و کسانی را که هنوز این فرض عین را که بر هر مرد مسلمانی واجب است، فرض است، هنوز به خاطر موهومی که از مادر متولد نشده که امام کوران و کرانش کرده اند با احکام اسلام با این موهوم بازی کرده اند، از جمله نماز جمعه را تعطیل کردند و قرنها بعد یادشون اومده که لازمه یه عبادی سیاسیش کردند، از حالت عبادیش خارجش کردند. ولذا خمینی پلید یک نماز جمعه نخوند، سیستانی پلید یک نماز جمعه کسی نمیبیندش، لیکن در وقت رشا گرفتن از امریکا ماشاءالله خیلی زرنگه. در وقت دستور گرفتن از انگلیس ماشاءالله خیلی زرنگه. قصرهاش همش تا انگلیسه یا بعضیاش. خداوند کسانی را که در دام این مراجع کفر و شرک و بدعت و زلالت به نام اهل بیت افتادیان نجات دهد و ما را وسیله نجاتشون قرار بدهد و دلشون را با نور قرآن روشن نماید. بس خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون می باشم، آنچه را که برای اصلاح این نفس سرکش و گناهکار قبل از دیگران و آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوندان را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و منواله
هنوز رو آیه شریفه 32 از سوره مبارک نحل می باشیم که این جلسه سوم من روی این آیه مبارک می باشد. تلاوتش را بشنوید. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين إن الصفات مؤمنان الصفات موحدان الصفات کسانی است که از رسالت پیروی کردند نه از امامت دروغین مجهول. الصفات کسانی است که قرآن را امام خود قرار دادند نه تحریر وسیله رو نه کافی رو نه غیر کافی رو. الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين آنهایی که ملائکه اونها رو قبض روح میکنند در حال پاکیزگی چون عقیدهشون پاک بوده، توحیدی بوده، شرکی نبوده، امامت بازی نبوده، شیخ و پیر و پاتال پرست بازی نبوده، قبر پرستی نبوده، غلو در باره بزرگان نبوده. طیبین، پاکیزه اند. یقولون سلام علیکم. به شما میگند که سلام بر شما، سلامتی بر شما، خوش آمدید. ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. وارد بهشت بشوید به آنچه که عمل کرده اید. خداوند با فهم قرآن و با عمل به قرآن ما و شما را این چنین قرار بدهد. بهشت ها محل اقامت دائمی شونه، در آنجا مستقر میشن، هرگز از اونجا خارج نمیشن، جاودانه هن. از زیر درخت هاشون، درخت های بهشت، از زیر قصر هاشون جوی ها جاری است و هر آنچه را که اشتها دارند، هر آنچه که میل می کنند، هر آنچه که آرزو می کنند برشون مهیا میشه. با این پاداش بسیار پاک و پاکیزه خداوند کسانی را که تنها از او ترسیده اند، تنها از او مدد خواسته اند، متقی بودند، پرواپیشه بودند، این چنین پاداش می دهد و ملائکه قبض روحشون می کنند، جای خودشون را در جنت می بینند، همینجا در همین دنیا، بلکه دلهاشون از کفر و از شرک و از عناد و از امامت بازی و از پیر پرستی و از قبر پرستی و از بقیه قلوبها پاکه. فرشتگان به شما می گن که سلام علیکم، سلام بر شما. این سلام تحیت خاصی است بر مؤمنان، سلامتی از هر گونه آفت ها. ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، وارد بهشت بشید با آنچه که عمل می کردید. اون عمل چیه؟ ایمان به خداوند، اطاعت از اوامرش، توحید و رسالت. الذين تتوفاهم الملائكه، کسانی که بر تقواشون، بر توحیدشون، بر خدا ترسیشون، بر مسلمانیشون، مسلمانی راستینشون ادامه میدن. طیبین، نفسشون از هر گونه کسافتی، کسافت شرک، از هر گونه نقصی، نقص شرک پاکه، که شرک ایمان انسانو، گناهان بزرگ ایمان انسانو خراب میکنه، بالاترین شرکه. اینها چرا پاک پاکیزه اند؟ برکه دلهاشون با شناخت خداوند، با خداشناسی پاک شده، با محبت خداوند دلهاشون پاک شده، زبانهاشون با ذکر خداوند پاک شده، با استعانت از غیر خداوند نجس نشده، با ثنای بر خداوند زبانهاشون و دلهاشون پاک شده، جوارحشون
اعضای بدنشون با طاعت از خداوند و با اقبال به سوی خداوند پاک پاکیزه شده. یقولون سلام علیکم. تحیت کامل براتون هست که از هر گونه آفتی، از هر گونه مصیبتی سالم هستید. از هر آنچه که شما ازش کراهت دارید، بدتون میاد، دورید، سالمید. ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. از آنچه از ایمان به خداوند، توحید، یکتاپرستی و اطاعت از اوامرش که انجام دادید، یعنی کتاب و سنت، به خاطر اون وارد بهشت بشید. برکه عمل در واقع سبب ماده اصلیه. اصل در داخل شدن به بهشت و دوری از آتش عمل انسانه، عقیده انسانه. لیکن این عمل و این عقیده از کجا به دست میاد؟ به رحمت خداوند، به منت خداوند، نه به حول قوه خودتون. رضا این جزای نیکو برای این پرواپیشگانه که فرشتگان قبض روحشون میکنن در حالی که پاک و پاکیزه ان، از هر گونه آلودگی به شرک، فسق، اسیان، نافرمانی، گناهان بزرگ، رباخاری و که بالاترین این گناهان شرک و قبر پرستی است، پاکن. از خرافات و شرکیات مدعیان تشیع و بعضا تصوف پاکند. یقولون سلام علیکم. فرشتگان به این پرواپیشگان، به این موحدان، به این مسلمانان راستین در وقت قبض ارواح میگن که سلام علیکم. شما از هر گونه شر و شرارتی، از هر گونه مکروهی در امان هستید، اطمینان پیدا کنید. ادخلوا الجنه، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ای به سبب آنچه که تقدیم کردید از اعمال صالح، از نماز، از روزه، از حج، از زکات، از دستگیری مستمندان، از دعای بر مستمندان، از ایستادن در صف مظلومان، نه ایستادن و بازی کردن با صف ظالمان، از با اعمال صالحی که انجام دادید. و شبیه این آیر هم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اون هایی که گفتن پروردگار ما خداست، یعنی از غیر خدا کمک نگرفتن، مشکل گشا رو غیر از خدا ندونستن، مشکل گشایشون خدا بود و بس. ربنا الله ثم استقامو، خدا ایمان آوردن و سپس مستقیم شدن، استقامت پیدا کردن. از این راه کج نشدن، راه خدا را راه نکردند و دنبال امام ها نچسبیدن، دنبال قبر ها نچسبیدن، دنبال بزرگان نچسبیدن، بلکه اون بزرگان را خود مستمن می دونستن، خودش همه رو فقرای دربار خدا می دانستن. و انتم هو الفقراء الى الله. چون این افرادی را تتنزل عليهم الملائکه، فرشتگان برشون نازل میشه. الله تخافو، در قیامت نترسید، غمگین نشید، و بشارت باد بر شما، مژده باد بر شما به بهشتی که وعده داده شده. اینجا یک مسئله است که قبلا هم اینو مطرح کردم، هیچ تعارضی بین اینکه فرشتگان قبض روحشون میکنن، میمیرانندشون، و بین اینکه در آیه دیگه خداوند اونها رو میمیراند و تتوفاهم الملائكه. در یه جا قل يتوفاكم ملك الموت، یک جا ملك الموت، یک جا ملائکه، یک جای دیگه الله يتوفى الانفس حين موتها،
فرشتگانان خداوندی که وقتی که اجل کسی برسه او رو میمیراند، بلکه چون این اسنادی، چون این نسبتی نسبت وفات ذات خداوند، به این خاطر که هیچ کسی جز با خواست او نمیمیره، در این دنیا هیچ چیزی رخ نمیده مگه با خواست او، با مشیت او، با اراده او، هیچ چیز از فرمان او خارج نیست. و اسنادش به ملک الموت به اعتبار اینکه مأمور خداوند در قبض روحه، قبض ارواحه، و اسنادش به ملائکه این اعتبار که اونها همکاران اسرائیل هستند. و همچنین هیچ تعارضی بین این گفته خداوند که ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، این هم قبلا توضیح داده شده، با آنچه که عمل کردید وارد بهش بشید. و با حدیث صحیحی که پیامبر فرمود علیه السلام لن يدخل احدا عمله الجنه، هیچ کسی از شما عملش او رو وارد بهش نمی کنه، بلکه اعمال نیک اسباب عادی بر دخول بهشته، اما سبب حقیقی فضل خداونده، رحمت خداونده، بلکه این اعمال او توفیق داده. یک دومی که اوست که این اعمال رو قبول کرده و اوست که بر این اعمال به اصحابش پاداش داده. و رضا بعد از که این سوره کریمه برخی از اقوال اهل تقوا رو نقل میکنه، بهشون بشارت میده، اونها رو خوشحال میکنه، در آیه بعدی دوباره باز میگرده به کافران و مشرکان تا شاید پند بگیرند، تا شاید عبرت بگیرند. اما در این آیه الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، مؤمنانی که از شرک، از غیر خدا پرستی، از غیر خدا را مشکل گشا دانستند، از قبرها کمک طلبیدن، از همه این شرکیات پاکند. و رضا امام مجاهد میگه که افعالشون و اقوالشون پاکیزه. و در همین معنا گفته شده که وفاتشون پاک و آسان خواهد بود. یقولون یعنی فرشتگان میگن که سلام علیکم، سلام بر شما. و گفته شده که اون فرشتگان سلام خدا رو به شما میرسونن. همه این اقوال گفته شده. چه مژده بالاتر از این که بنده مسکین از خداوند سلام دریافت کنه؟ ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، وارد بهشت بشید با آنچه که عمل کرده اید. این حالت ایه که انسان در شدیدترین حالتشه، وقت جان کندنه. پاکان، مؤمنان، صالحان، موحدان در این حالت پاکان، طیبان، پاکیزه هن، بلکه از شرک دورن، از آلودگی شرک و قبر پرستی و بت پرستی و امثالش دورن. و رزان فرشتگان بهشون سلام میکنن، بهشون بشارت و مژده جنت بهشون میدن. همچنان خدا من میفرمود که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ما ایم دوستان شما در دنیا، زندگی دنیا و در آخرت. خداوند دوست هر مؤمنی است، دوست هر موحدی است، نه اینکه دوست 12 نفره، بقیه با نوکران 12 نفر باشند. این کار ابلیس هاست. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. هر کسی که این حرف زد که پروردگار ما خداوند مستقیم شد، به اصطلاح امروز وهابی شد، سلفی شد، غیر مقلد شد، سنی شد، هر کسی که خدا را پرستید و به دستور خدا استقامت ورزید، این مژده شاملش میشه.
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما دوستان شما هستيم در زندگی دنیا و در آخرت. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هر آنچه که اشتها میکنید، هر آنچه که میل دارید، هر آنچه که آرزو میکنید براتون هست. هر چی که بخواید. نزلا من غفور الرحیم. همه اینها از فضل و رحمت و منت خداوند غفور و رحیمه. و احادیث متعددی در این مورد وقتی که قبض روح مؤمن میشه، قبض روح کافر میشه، وقتی که آیه 27 سوره ابراهیم علیه و علی نبی صلوات و سلام رو شرح دادیم، در این مورد نقل کردیم. اونجا که میفرمون یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. آیه 27. این قرائت امام قرطبی میگه که رحمه الله، اونهایی که فرشتگان در حال پاکیزگی اونها رو قبض روح کردن، بعضی از قرا مثل عمش و حمزه خوندن یتوفاهم الملائکه، در دو موضع با یا خوندن. امام ابو عبید اینو انتخاب کرده، اختیار کرده. و حضرت ابن مسعود رحمه الله رضی الله عنه میفرماد که قریش بر این گمان بود که فرشتگان انسا هستند، شما با اونها رو با صیغه مذکر بخونید، لیکن بقیه با تا خوندن به جای الذين تتوفاهم الملائكه. جمهور به این خونده، بعضیا با یتوفاهم خوندن که عرض کردم چرا، اما جمهور با تا خونده به این خاطر که مقصود جماعت ملائکه، جماعت همیشه به صیغه مؤنث خونده میشه. راجب طیبین اهل علم شش قول نقل کردن راجب این پاکیزگی چیه. همه این اقوال در یک راست است. قول اول اینه که از شرک پاکیزن. قول دوم که صالحن، نیکن. قول سوم این که افعالشون، اقوالشون طبق سنت پیامبره. هر که افعال و اقوالش بر طبق سنت باشه پاکه، اقوالش پاکه، اعمالش پاکه. قول چهارم نفسهاشون پاک و پاکیزه به خاطر اطمینانی که دارن از اجر خداوند. قول پنجم نفوسشون، ارواحشون پاکه چون به سوی خدای پاک مراجعه میکنن. قول ششم معنی پاکیزگی اینه که وفاتشون با پاکیزگی، با آرامش، با آسان بودن صورت میگیره، برخلاف کافر و مشرک که جان کندنشون بسیار سخته. یقولون سلام علیکم. این دو احتمال درش هست، دو واژه درش هست. اولا این سلام انذاریه برشون خاطر وفات، یعنی میدون که فرشته مرگ اومده سلام میکنه، این داره میمیره. دومی که این مژده به جنته، برکه سلام امن و امنیته. و ابن المبارک رحمه الله از محمد ابن کعب قرظی نقل میکنه که وقتی که اجل مؤمن برسه فرشته مرگ میاد بهش میگه که السلام علیکم ولی الله، الله یقرأ علیک السلام. سلام و رحمت خدا بر تو ای ولی خداوند، بر هر مؤمنی خداوند بر سلام میگه، به سلام میرسونه. بعد روحش با این آیه کنده میشه. الذین تتوفاهم الملائکه الطیبین یقولون سلام علیکم. خداوند چنین میگوید. غالیان امام تراش میگن که علی حاضر میشه. کی راست میگه؟
خدا راست میگه یا آخوندهای مشرک علی پرست؟ حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماد که وقتی که فرشتگان بر قبض روح مؤمن میان بهش میگن که ربک یقرأک السلام، خدایت پروردگارت به سلام میرسونه. و امام مجاهد میگه که مؤمن بهش بشارت داده میشه به صلاح و نیکی فرزندش بعد از او تا با چشم سرد از این دنیا بره. راجب ادخل الجنه دو وجه وجود داره، یکی که مژده باد به شما به ورود جنت، دومی که این سخن در آخرت به شما گفته میشه به خاطر اون چی که در دنیا عمل کرده اید. و امام طبری حدیث مختلفی در همین راستا عمل میکنه، نقل میکنه از مجاهد الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين، هم در حالت زندگی و هم در حالت مرگ خداوند چنین برای شما مقدر کرده. و احادیث مختلفی در این مورد میاره. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.